درود بر میهندوستان و رهروان راه آزادی، اینجا کیوسک است و در دقایق آینده با خبرهای مهم و فوری در خدمت شما عزیزان هستیم. گزارش محرمانه موساد، شخص ای روز حمله حماس را تعیین کرده است. ادامه پرونده های عجیب برای مولوی عبدالحمید، خبرگزاری فارس، پای ایلان ماسک را هم به پرونده باز کرد. اما قبل از مشروع این اخبار بشنوید پیام یک جوان ایرانی را خطاب به منصوره معصومی که در صدا و سیما گفته بود این مملکت فقط برای حزب اللهی هاست اخیرا یه فیلمی پخش شده بود که یه خانومی خیلی خیلی می میکرد این مملکت واسه حزب اللهی هاست ما تو جوابش بگم نه خانم محترم این مملکت واسه حزب اللهی نیست این مملکت مال خیلی از اون جوانایی است که دقدقه آیندهش نداره واسه خیلی از پدر مادره کارگر یه که خرج زندگیشون و خرج اجار خونهشون مونده این مملکت واسه دکتر هاست مثل اساتی کسایی که بدبختی این مملکت رو کشیدن مال جوان که هیچ دل خوش و آرزویی ندارن دیگه تو این مملکت امسال شما باید شدید آرزوهاشون همه بمیره این مملکت واسه این بچه های کاره ظاهرا خیلی هم بوتاک زده بودی خیلی هم به خودت رسیده بودی اومده بودی پای تلویزیون بابت دکتر رفتنات هم میخوام ببینم دکتر حزب انتخاب میکنین جمع کنید این حرفتون رو گزارش محرمانه موساد شخص خامنه ای روز حمله حماس را تعیین کرده است. دقایقی پیش و در خبری فوق مهم و فوری روزنامه جروزالم پست فاش کرد که در طول بازجویی های موساد از تروریست های دستگیر شده مشخص شده است که نه تنها جمهوری اسلامی از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل آگاه بوده بلکه تاریخ و روز دقیق این حمله را نیز شخص علی خامنه ای مشخص کرده است. این خبر میتواند سنگین ترین تباوت را برای جمهوری اسلامی و رهبر این نظام در بر داشته باشد. در ادامه گزارش این روزنامه اسرائیلی آمده است ابتدا حماس قصد داشت تا این حمله را در ایام عید پسوور که نزدیک به عید پاک مسیحیان در ماه آوریل است و برابر می شود با اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه انجام دهد اما جمهوری اسلامی به حماس گفت باید منتظر باشند چون در صورت حمله مذاکرات با آمریکا و آزادسازی پولها ممکن است به خطر بیفتد پس از چراغ سبز دولت بایدن با آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی دستور حمله را برای تروریست های حماس صادر کرد در همین ارتباط منابع مطلع از اسرائیل خبر می دهند که موساد در حال جمعوری شواهد و مدارک از نقش موثر جمهوری اسلامی در حملات 7 اکتبر به اسرائیل است تا با تحویل این مستندات به دولت های غربی اعتلافی از چندین کشور را بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهند و کار نظام و ملاها در تهران را یک کنند اما در خبری دیگر سازمان ضد اطلاعات ارتش اسرائیل آمان روز دوشنبه 15 آب اعلام کرد که مقامات ارشد حماس همگی در خارج از نوار غزه زندگی و فعالیت میکنند به گزارش اورشلیم پست بنابر اعلام ارتش اسرائیل بیش از یک چهارم مقامات حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه شبه نظامی همگی خارج از غزه و در کشورهایی چون ایران، قطر، لبنان و ترکیه فعالیت میکنند. اسماعیل هنیه که چندی پیش با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد، رئیس دفتر سیاسی حماس است و در دوحه پایتخت قطر فعالیت میکند. مسئولیت های رهبری حماس در خارج از کشور به سه بخش کرانه باختری، نوار غزه و امور خارجه تقسیم می شود. سازمان ضد اطلاعات اسرائیل اعلام کرد که بی‌وقفه در حال مکانیابی رهبران حماس است. بر اساس این گزارش، برخی از رهبران حماس در کشورهای فعالیت می کنند که این گروه شبه نظامی در آنها حضور رسمی ندارد. این افراد که در خارج از غزه به جمع‌آوری کمک‌های مالی و هدایت عملیات شبه نظامیان حماس می‌پردازند، این نفوذ بسیاری در شورای این گروه دارند این شورا از نمایندگان سه شاخه عملیاتی حماس و همچنین نمایندگان شبه نظامیان فلسطینی محبوس در زندانهای اسرائیل تشکیل شده است بر اساس این گزارش رهبران حماس از جمله اسماعیل هنیه خالد مشعل رهبر سابق این گروه موسا ابو مرزوق، معاون او و فتحی حماد، وزیر امور داخلی شبه حماس در نوار غزه از همین طریق قادرند امور روزانه غزه را دستگاری کرده و نیازهای اساسی غیر نظامیان این منطقه را به شبه حماس وابسته کنند. اورشلیم پست همچنین ماه گذشته گزارش داد که محمد قاسم سواله که پیشتر مسئول عملیات حماس در کرانه باختری بود در لندن در یک خانه دولتی زندگی می کند. صالح الاروری معاون رهبر حماس هم که اکنون مسئول عملیات حماس در کرانه باختری است در حال حاضر در لبنان فعالیت میکند به گفته ارتش اسرائیل الاروری همراه با دیگر رهبران خارج از نوار غزه حماس فعالیت های این گروه شبه نظامی را علیه اسرائیل و دیگر اهداف این گروه در کشورهای مسلمان و همچنین در جوامع مسلمان در کشورهای غربی رهبری میکند در همین بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان مصاحبه با ABC نیوز آمریکا با تاکید بر مخالفت با آتش بس کامل گفت که موضوع وقفه بشر دوستانه تاکتیکی در جنگ در غزه به منظور تسهیل ورود کمک ها به نوار غزه و خروج گروگان ها را بررسی می کند. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه پس از جنگ چه کسی بر غزه حکومت می کند نیز گفت فکر می کنم برای مدت نامحدودی اسرائیل مسئولیت امنیتی را بر عهده داشته باشد چرا که دیدیم زمانی که اسرائیل امنیت را بر عهده ندارد چه می شود؟ نتانیاهو در توضیح وقفه بشردوستانه تاکتیکی گفت مانند روشی که در گذشته انجام دادیم ساعتی در اینجا وقفه بشر ایجاد می کنیم و ساعتی در جای دیگر او گفت که شرایط را برای تسهیل انتقال کمک های بشر دوستانه یا خروج گروگان ها بررسی می کنیم. اما فکر نمی کنم به سمت آتش بس کلی برویم. به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه با نتانیاهو موضوع وقفه های بشر دوستانه، کمک رسانی و خروج گروگان های در اختیار حماس را بررسی کرده است. ادامه پرونده سازی های عجیب برای مولوی عبدالحمید خبرگزاری فارس پای ایلان ماسک را هم به پرونده باز کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبری مدعی شده که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا 22 دستگاه ارتباطی استارلینک برای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ارسال کرده است. در ادامه ادعاهای خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده که مقصد اصلی دو محمول از 22 دستگاه تجهیزات ارتباطی استارلینک ارسالی از سوی آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به طور اختصاصی دفتر مولوی عبدالحمید در خیابان خیام زاهدان بوده است این خبر افزوده است در این رابطه پنج نفر از عوامل موثر دریافت کننده و بهره بردار این تجهیزات نیز در زاهدان بازداشت شدند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که ارسال این تجهیزات با هدف باز تولید آشوب در زاهدان زمین سازی برای ایجاد یک ارتباط امن میان عوامل داخلی با خارج از ایران و تسهیل کردن فعالیت های تبلیغاتی و رسانه آنها در فضای مجازی بود است. این خبرگزاری همچنین درباره آژانس ملی ایالات متحده نوشته که سازمان امنیتی NSA بزرگترین و سریترین عضو جامعه آمریکا به شمار می آید و حفاظت از ارتباطات دولتی این کشور را بر عهده دارد. دفتر مولوی عبدالحمید ساعتی پس از انتشار این خبر در بیانیه ادعای خبرگزاری فارس را تهمت و افترا و دروغ پردازی خواند و نوشت برخی از نهادها و رسانه ها به هیچ اصلی از اصول اخلاقی پایبند نیستند و برای خاموش کردن صدای مطالبه گری و ادالت خواهی به انواع حیله ها و ترفندهای نامشروع متوسل می شوند. این بیانیه تاکید کرده خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نشان از یک سناریو سازی مزموم دارد که هدف از آن تخریب وجهه مولانا عبدالحمید اعمال فشار بیشتر بر ایشان عقد گشایی و پرونده سازی علیه اساتید و کارکنان دارالعلوم زاهدان خاموش کردن صدای ادالت خواهی و انتقادهای خیرخواهانه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید است افراد واقبین و منصف به خوبی میدانند که مولانا عبدالحمید و دیگر علمای دلسوز و مردمی وابسته به هیچ یک از دولت‌های خارجی نیستند و صرفاً مطالبات بر مردم را مطرح می‌کنند. پرونده سازی جدید خبرگزاری فارس علیه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در حالی صورت گرفته است که او پیشتر نیز با ادعاهای تخریبی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شده بود. در خرداد ماه امسال نیز دفتر مولوی عبدالحمید خونسا شدن یک سوء قصد علیه او را که توسط سازمان اطلاعات سپاه ساس برنامه ریزی شده بود تایید کرده بود. بر اساس گزارش های منتشر شده فردی توسط انتظامات مسجد مکی بازداشت شد که با دریافت هفته 15 میلیون تومان از سوی سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داشته با نفوذ به مسجد مکی به عنوان طلبه مولوی عبدالحمید را ترور بیولوژیک کند. وبسایت خبری حالوش که برای نخستین بار خبر خونسا شدن برنامه ترور مولوی عبدالحمید را منتشر کرد در یک گزارش تکمیلی از زیر فشار قرار گرفتن کارکنان و مسئولان حوزه علمیه مکی دارالعلوم زاهدان از سوی نهادهای امنیتی برای تکذیب موضوع ترور مولوی عبدالحمید خبر داد وبسایت هالووش به نقل از منابع آگاه نوشت که این فرد بلوچ و ساکنین منطقه دلگان بلوچستان است که در لباس طالب علوم دینی به مسجد راه پیدا کرده بود و مدت هاست به صورت فردی زاهد در مسجد می خوابیده و عبادت میکرده و قصد ترور بیولوژیک مولوی عبدالحمید را داشته که دستگیر شده است. به گزارش این منبع مطلع فرد دستگیر شده توسط انتظامات مسجد مکی در اعترافاتش گفته ماموریت داشته با سمی که اطلاعات سپاه پاسداران در اختیارش گذاشته بود مولوی عبدالحمید را ترور کند. او همچون این اعتراف کرده که هفته 15 میلیون تومان از آغاز شروع عملیاتش حقوق دریافت میکرده است. حال همچنین اعلام کرد که تعداد معدودی از کارکنان و برخی از این مجموعه مسجد مکی تلاش دارند این توته را به عنوان بازداشت و شناسایی شدن یک جاسوس معمولی تعدیل بدهند و از این رو حال تصمیم گرفته از جزئیات بیشتری به نقل از منابع خود در این باره منتشر کند مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان پرنفوذترین چهره سنی مذهب ایران است و از آغاز انقلاب ملی موازه تند و شفافی علیه جمهوری اسلامی به ویژه در شیوه تباه حکومت داری و سرکوب شهروند داشته مولوی عبدالحمید روز جمعه 26 خرداد در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه زاهدان خواستار آزادی زنان بازداشت شده و زندانیان سیاسی شد. او گفت که ناله امروز زنان به خاطر جایگاه و حرمت و کرامتی است که از دست داده اند. تا زمانی که به جایگاهشان نرسند نمی توانید فریاد آنها را خاموش کنید. مشغول شدن به معلول تا زمانی که علت برطرف نشود فایده ای ندارد. او همچنین در خطبه نماز جمعه اهل سنت از سرکوب بهاییان توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت بهایی ها اگرچه غیر مسلمان هستند اما شهروند و بشر هستند و نباید قبرستان آنها تخریب شود یا جنازه هایشان را دولت تحویل خانواده هایشان ندهد و مخفیانه در جای دیگری دفن کند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبان روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان را دارد با کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش و پاینده ایران شب بر همگی خوش و پاینده ایران